به با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند. در این روز جمعه، روز پایان هفته است در حقیقت، و برای کسانی که در ایران عزیز هستند، هفته به پایان رسیده است و داره میره که آماده بشه برای یه دوشنبه خوب. عرضم به حضور شما 27 ژانویه 2017 است و این سعادت رو دارم که بار دیگر از طریق شبکه کانال یک به همت عزیزان در اتاق فرمان آقای همایون در رأس این شبکه، سعادت در حقیقت نصیب ما شد که یه بار دیگه بتونیم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. و بازم تشکر میکنیم از این بچه ها که اگر نباشد همت و کوشش اونها، صدای عاشق بیچاره به جایی نرسد. و سلام میکنم به شما، به مردمم، به عزیزانم، به همسایه هام، به هممیهنانم که 38 سال است جز رنج و مشقت هیچ در خاطرش ندارم. امروز عکس رو نگاه میکردم در اهواز، یه ماشینی که تاریخ زده بود 8 بهمن ساعت 9 صبح، یه ماشینی که روش غبار، یعنی غبار که چسب کنه، مثلا به اندازه 3 میلیمتر روش خاک نشست، نیم سانت روش خاک نشست، کلفت، و این در ریه مردم میره. در سیستان باران آمده، غافلگیر شد غافلگیر شد و سیل 500 و چند روستا رو از بین برده، چند صد نفر رو بی خانمان کرده، چقدر خسارت زده. سیمه میگن سیم تو ساختمون پلاسکو جرقه زد، یه دکونی آتیش گرفت. بعد که دکون آتیش گرفت، شهرداری اومد و آتش نشان اومد و خاموش کردن به ظاهر، بعد رفتن، بعد دوباره آتیش گرفت، بعد دوباره همه مرده، همه تخریب شده، همه خراب شده. ایرج مشتاقی پیروز اشاره میداد به ماجرای سیل تجریش سال 65. 5000 نفر، نیم ساعت بارون اومد. نیم ساعت بارون اومد، 5000 نفر کشته شد. عکسایی که از توی پلاسکو منتشر میشه، میگه به مردم، میگه برو عقب، نمیرن. خودم هم گفتم چرا نمیره، چرا نمیپذیره حرفشو، چرا وقتی دولت، مقام دولت، مسئول، پاسبان بهش میگه آقا نرو، میگه به تو چی، میخوام برم. چیه زور اون که کم نیست که، زور پاسمانی یعنی کمه به نظره، هنوز هم زورش کمه، با این همه داغ و درفش و اعدام و شکنجه و زندان و تبعید و بازداشت و اینا، هنوز هم زورش کمه؟ من بعید میتونم، من فهم میکنم که زورش کم نیست، مدیریتش فاسده. ببین هفته، این ظرف 2 هفته گذشته باران‌های سیل‌آسا آمد در اینجا، یعنی وحشتناک باران بود. و اگر این باران در هر گوشه مملکت ما اتفاق می‌افتاد، ماجرای سیستان رو تکرار می‌کرد.
گفتم که شهرداره میگه فلان، اون میگه نه نه چیزه، میگه برو دستگاه برایش بیار. یکی برام راستی ایمیل زده، بذار ایمیلشو برات بخونم. حیفم میاد ایمیل رو نخونم، گناه داره. که بدانی که بدانیم که بدانیم که بدانیم که بدانیم. نوشته درود، من از ایران هستم. در روز نه اینجا میتونیم بخونیمش، نه قابلیت خوندن از اینجا نداره. در روز حادثه پلاسکو از رادیو و تیوی و شبکه های اجتماعی از مردم میخواستند هر کس دستگاه هوا برش داره به اونجا برسونه. اون آتش نشون راست میگفت که نداریم. با تشکر از تلاشتون، فلانی از ایران. و بلاهت رو ما در این ماجرا دیدیم، نشون میداد اوج بلاهت رو در حقیقت تو این ماجرا ما دیدیم که چیز چگونه رفتار میکنه، مدیریتش چیه. بعد صحبت از این شدش که بدونم میتونم اینو پیدا کنم، یا چه مهم نیست، بذار بریم به اصل ماجرای خودمون بپردازیم. به این بهتر. بعد خیلی حرف و حدیث بود که تقصیر کیه و تقصیر کی نیست و اینا، و شورای شهر رو این حرفا رو مطرح کردن. منم فکر کردم با خودم که برم به شورای شهر و ببینم که در شورای شهر تهران چه میگذره. وقتی که وارد شورای شهر تهران شدیم، اینجا میبینی که صفحه اصلی رو باز کردیم، شورای اسلامی چقدر دلنگ بلنگ داره ها. یعنی این نشون دهنده مدیریته، چه مدیریتی ماشاءالله. بعد میری اینجا هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، هیچ چی نیست، هیچ چی توش همه خالیه. یعنی توش خالیه، هیچ چی نیست. باید کلی نمایندگی خالی. میگی نه آرشیو بزن، هیچ چی توش نیست، خالی. آرشیو بزن. آه یه چیزی اومد مربوط به کیه؟ 95 13/9/95 1/9/95 فکر کنم الان ماه 11 ایم، نه؟ هیچ اخباری در این شورای اسلامی، جلسه ای، مشورتی، خبری، اطلاع رسانی، هیچی وجود نداشته و هیچی وجود ندارد. و این فقط میگه رأی دهید. جالب بود، میگه رأی دهید. اون بالا و هرچی که تو این مجمع مشورتی شورا رئیس کمیسیون ها ببینیم این توش چیه. ۸/۷/۹۵ دیوان عدالت 26 مورد از عوارض مصوب شوراها را لغو کرد. چمران واگذاری ناقص تصدی ها شهرداری ها را زمینگیر می کند. استاندار کردستان تفکر فلان نمی شود بخوانی. هیچی توش نیست. یعنی این که نشان به ما میدهد
که بعد از 2 ساعت که بعد تو این بگردی معاونت نظارن، عکس این یارو کشتی گیر است، مربوط به 3/18/95 26/3/95 یعنی این وقتی راجع به مدیریت برات گفتم یعنی اعتراض کردن یا ایران اسلامی هیچی نداره. امروز از ترسش من هیچ وقت تو این برنامه ها، چون فرصت کوتاه هست وقت کمه، باید به موضوعات اساسی به نظر من اهل خبر، بارها تکرار کردم که من خبرخوان نیستم، که خبر که کار من نیست، یه تخصصه، یه کار حرفه دیگری، یه متخصصینی میخواد، مثل همین آقای فاطمی که قبل از برنامه من در این کانال یک برنامه داره، کار اوناست. اما امروز این یارو مرده موعدی کرمانی که میگه میخواد بشینه جای رفسنجانی، کله پس برخواست سگ جایش نشست، گفته با آقای ترامپ هم هوس کردم که با آقای ترامپ هم حرف بزنم. هوس کرده با آقای ترامپ هم حرف بزنه. آقای ترامپ تو رو خدا، شما گفتی میخوای به مملکت خودت بپردازی، با ما کاری نداشته باش. اما عجب آشفته بازاریست، عجب آشفته بازاریست. و من همچنان تو این هفتم یه پرسشی رو مطرح کرده بودم، از دوستانم پرسیدم، از بیننده های میان تیوی پرسیده بودم که آقا چطوریه که چپ طرفدار ترامپ؟ خب یه ده چپای کهنه که اونها سنتی ها، اونها چون علاقمندن با آقای پوتین و فکر میکنن پوتین، چون اتفاق افتاده دیگه، فکر میکنن پوتین برگشته که روسیه رو برگردونه. ما یه جا اشتباه میکنیم دوباره، و اون اینه که قاعدش این بوده که اون بخش چپ جامعه ما، اونا اون نظام رو بپذیرن، نظام سوسیالیستی شوروی رو براش ارج بذارن، نه خاک شوروی رو، نه خاک روسیه رو. ارزش‌های مثلا به قول خودشون ارزش‌های والای سوسیالیسم رو بپذیریم، نه خاک روسیه رو. ولی میبینی که از اونجایی که بحران مدیریت اصل اساس مشکلات جامعه ما هست، در اون بخش ما این رو حس میکنیم، میبینیم، درک میکنیم که بله در اونجا هم همین داستانه. یعنی به جای اینکه ارزش ها براش معیار باشه، نه، خاک براش معیار شده. و همین دلیل پوتین فکر میکنه میخواد برگرده، پوتین میخواد برگرده اقتدار تزار رو بیاره. نه اقتدار لنین رو، نه اقتدار استالین رو. مردم اندر حسرت فهم درست. تازه فرض بر این باشه که اینجور بیاندیشه، ببینی که اونجا هم دچار بحران مدیریته. چرا 38 ساله میگی که اپوزیسیون متحد شوید نمی شود؟
بحران مدیریت. چرا یه نظامی که بر سر کار می آید و میلیون میلیون آدم تو خیابون به طرفداریش میان، بلیزرش رو دست بلند میکنن، مملکت رو به این نقطه میرسونه؟ بحران مدیریت، بحران مدیریت. چطوری شد که رضا شاه توانست ظرف کمتر از 14 سال آنچنان زیربناهایی رو تو اون جامعه مستقر کنه که هنوز قریب 90 سال ما از اونا داریم بهره میبریم؟ تصادفاً مدیریت، مدیران لایه اون کار رو انجام داد. خود این یه ویدیویی دیدم از همین نظام اهریمن، تو رسانش یه مردی نشسته و داره راجب دانشگاه حرف میزنه و میگه بله، آقای سیاسی، علی اکبر خان سیاسی اومده به رضا شاه گفته که آقا یه شما 1000 متر زمین به ما بده، ما دانشگاه درست کنیم. و رضا شاه گفته چند متر زمین میخوای؟ گفته 1000. گفته فردا با من قرار بذار سر جلالیه. بردش به جلالیه و در جلالیه که مانژ سوارکاری و اینا بوده، گفته اگه همه اینو بهت بدم خوبه، و همه اونو میذاره در اختیار دانشگاه. که میبینی منطقه بزرگی، تمام امیرآباد و اینا، اون زمینای بالا همه در اختیار دانشگاه است. مدیریت داشته. چرا پلاسکو میسوزه؟ مدیریت نداره. چرا پل خراب میشه؟ مدیریت نداره. چرا اون 6 ماه پیش 2-4 راه ورتر سر صدا شاه ساختمون آتیش گرفت؟ مدیریت نداره. چطوریه که ماشین آتش نشان توی فیسبوک و اینا دیدی؟ خب بهتر از من شما دنبال میکنید یقینا. ماشین آتش نشان میره و مردم استان هرم میخندن. بلد نیست، آب نداره ماشینه. فقدان مدیریه. چرا محمد رضا شاه سقوط کرد؟ فقدان مدیریت. اونجایی که تصمیم گرفت و به مدیران گفت نمیفهمید. یک تنه، حزب یک حزب، فرمان یک فرمان. همین بلایی که امروز بر سر آمریکا آمده است. بحران مدیریت. این آقایی که اومده در اینجا در حقیقت به دنبال یک نظام سلطانی میگرده. رفتارش رفتار سلطانه. سلطان یعنی سلطگر، یعنی آدمی که دیگران رو در زیر سلطه خود میخواهد. دیکتاتور است، مستبد است. تمام ارزشهایی که جامعه به دنبالش بوده، اندیشمندان، بزرگان جامعه زحمت کشیدن، یک نفر، بحران مدیریت باعث میشه که همه اینا از بین بره. همه رو نابود میکنه. چجوری نابود میکنه؟ بحران مدیریت. شما به همین سایت این شورای شهر رجوع کنید. بذار دوباره اینو بیارمش. این جالبه، خیلی جالبه، برای من حداقل جالبه. کمیسیون ها، برنامه بودجه،
اعضای صفحه اعضا. این صفحه اعضاست، خوب دقت کن. یه کلس این آخونده رو میبینی این گوشه، این خانم رو میبینیم این بالا، ما یه خانمی داریم این بالا، یا تایر دورسفید داریم این پایین. اوه کجا رفته بودین؟ کجا دنبالش گشته بودین؟ کمیسیون برنامه و بودجه، صفحه اعضا. به این میگم بحران مدیریت. وقتی ازش میپرسیم که هیئت رئیست کیه، این صفحه هیئت رئیسش، مصوبات هیئت رئیسش کیه؟ خب این رئیس کیه؟ اول سوال اینه دیگه، نیست غیر از اینه. به این میگن بحران. فقط اینجا نوشته لطفاً به این سایت پورتال رای دهید. صفر، حیف صفر، حیف صفر، حیف صفر. هر چی بری همینه، عمومی صفحه اعضا، کلقه یارو اونجا، تایر درسفید این گوشه، این خواننده مختابات این بغلشه، این یارو قاتل مرتضی طلایی انبردستیه این وسطشه، بعد تمامشون یارو ورزشکار و این مرد که این آقا چه قیافه، اینو نگاه کن، نگو آقا قیافه، بله که مؤثره، بله که تأثیر داره. میگه نه برو از اولاکویی بپرس، پیغمبرتون اینجا آقای اولاکویی برید ازش بپرسید آقا قیافه چه تأثیری داره. این شمر رو زلجوشن بیاری بذاری اینجا، معلومه که یه آتیش بگیره مملکت میخوابه. تو فکر کن چند ساله میشنوی که تهران در شرایط سخت زلزله قرار داره، چند ساله اینو میشنوی؟ از سالهای 40 من یادم، 37-38 که اون زلزله آمد، نه اون زلزله سال 42-43 در بوین زهرا رو نمیگم، نه زلزله های تهران. چند ساله؟ 50 سال میشه؟ 60 سال میشه؟ و اگر زلزله که امر شدن است نه امر خیال صورت بگیره چه خواهی کرد؟ مدیریت بحران چه خواهی کرد؟ فقدان مدیریت. جالبه بر من که میشنوی خودشون میگن که این نظام، خودشون همین اوباش، همین اراذل، همین جنایتکارا، اون یکی گفت که اصلا ناکارآمد است قوانین ما، اون یکی گوربگوری رفسنجانی، اون جنایتکار بزرگ، اون معمار این جنایت، گفتش که چی؟ گفت اصلا باید قانون اساسی رو تغییر بدیم. شما قانون اساسی رو در هیچ جا نمیتونی تغییر بدی. شما میتوانی متمم به قانون اساسی اضافه کنی، بهش میگه انکس، یه متمم بیایی به قانون اساسی یه متمم اضافه کنی، این شدنه. اما قانون اساسی رو نمیشه تغییر بدی. اگه بخوای تغییر بدی باید از نو بنویسی، یعنی منحل است. یعنی رفسنجانی هم عقیده دارد که نظامش یه نظام منحل است. چرا؟ فقدان مدیریت.
و ما توی شرایطی داریم زندگی میکنیم که مدیران بسیاری داریم در خارج کشور که در مؤسسات بزرگ مالی، اعتباری، صنعتی مشغول به کار. نه این که مدیر نداشته باشیم، مدیر داریم، ولی مدیری که ربطی به اون مملکت نداره، ساختار اون مملکت راهی به این مدیر نمیدهد. مردم همه میدانند، همه میدونن که این نظام دزده، این نظام فاسده، این نظام قاتله، این نظام جنایتکاره. چرا کاری از دستش بر نمیاد؟ مدیریت نداره. اون بهش میگه فرماندهی، بهش میگه رهبری، من بهش میگم مدیریت. یه بارم اینجا نشون دادم تصادفاً، سال 2009 و 10 بود، یه سری عکس گذاشتیم رو صفحه و از مردم، از بیننده ها پرسیدیم عزیز من از این عکس ها شما چه میفهمی؟ بعد توضیح دادیم که این عکس این خانه زیبا قشنگ است، درجه یک است، بهترین مصالح و مواد درش به کار رفته شده، بهترین طراحی و رنگ و زیبایی درش به کار رفته شده، ولی این ساختمون به این زیبایی به علت بحران و در حقیقت نبود مدیریت و سوء مدیریت محکوم به فناست. بعد عکسای مختلف از دختران، زنان، جوانان، مردان در دیزین تو فروشگاه فلان پاساژ بهمان نشون دادیم که رنگ هست، زیبایی هست، سلیقه هست. اون چیزی که نیست مدیریت کلانه که جامعه رو به اینجا میرسونه که ما امروز مواجه هستیم باهاش. در اثر بحران مدیریت، در اثر سوء مدیریت که راجب اول گفتیم که به یارو میگه نه یا مردم میرن توی پاساژه، چرا میرن تو پاساژه؟ برای اینکه اعتباری به حرف این قائل نیستن، دیدن این رو، دیدن که شیلنگ آب آورده، ماشین آتش نشان آورده، قبلا تو فیسبوک اینا رو دیده، ماشین آب نداره رفته سر قابوش کنه، دیده اینا رو. عدم اعتماد، نظام ها که از این عدم اعتماد بیشترین سودو میبره و به خاطر همین هم هستش که اراذل اوباش خودش رو گسیل کرده به خارج کشور. فهمید اینو تو 88 متوجه دو تا عنصر شد، یکی اینکه او نقشه رسانه رو فهمید، متوجه شد که یه رسانه یه جا میتونه یه جنبشی را بندازه به نام جنبش ما هستیم، یه رسانه میتونه یه حرکتی را بندازه مثل حقا. بیدار شد، و خودم درست میکنم، بهترشو درست میکنم. به این موضوع پی بود که نسانه چه نقشی میتونه بازی کنه. اومد سریع بر سر این داستان سوار شد، برای کانال تلویزیون زد، دقیقتر، شیکتر، منظمتر از کانالای موجود.
یه کانالی برای تو، اصلا یه ماهواره درست کردن رو هوا به نام ماهواره جم. تمام این رسانه های فارسی زبان دنبال یه سولاخی، یه ترانسپاندر میگردن که بخشی از اون رو کرایه کنن. اون یارو یه ماهواره داره با نمیدونم چند 64 تا کانال نمیدونم تلویزیونی، جم ورزش، جم غذا، جم خوراک، جم زیبا، جم ترک، جم فارس، جم هند، فهمی؟ و خودم درست میکنم چنان که کرده در تا این سال. وقتی دید کنسرت کار میکنه، خواننده کار میکنه، یهو طرف میتونه پرچم رو بلند کنه، گفت خودم میکنم و با بوق و کرنا از رسانه های خارج کشور استفاده کرد. آدم ها، جوان هایی که فارسی بلد نیستن ولی یه خواننده که از ایران میاد اینا میدونن، میرن تو کنسرتش و 6000 نفر جمع میشه. تعجب میکنی که چرا؟ بحران مدیریت، سوء مدیریت، همش از اونجاست. نداریم که بهش تعریف کنیم. اعتماد از بین رفته. او بر این بی‌اعتمادی سوار شده. از هر طرف که ولش کنی به نفع اوست. او ازش سود میبره. این همه نگاه کن از داستان مرگ هاشمی چه افسانه ها که ساختن. هاشمی رفته بردنش اونجا، پوتین بهش گفته بیا دخترای سوئدی، اینا آقا پول دارن، فرار کردن، تغییر چهره دادن، رفتن یه جای دیگه. همین داستان آتیش گرفتن ساختمان پلاسکو که یه چیز ساده است، نشون میده کاملا معلومه مدیریت در کار نی. بعد اون میگه که نه اینو آتیش زدن، میخواستن اونطوری کنن، اونجاشو اینطوری کنن، این اومده اینجوری گفته، اونجا یه بمب گذاشتن، اینجا اینجوری کردن، همینجوری بفرستد دنبال نخود سیاه. واهی، حرفایی بی خودکی. اینا رو دیدی هزار دفعه. اینا رو دیدی. بذار اینو پیدا کنم، این خیلی جالب. آقا بازم گازو برم که قطعه دیگه، کارای تحصیل رو
برن اونجا کار زندگیابی رو دوبال کنید. برش رو کارای چند هست برن. بالاخره ببخشید وقت تلف نکنیم، از اتاق فرمان خواهش کردیم که اون ویدیو رو پیدا کنه، خیلی گشت پیدا نکرد اتاق فرمان. و به هر حال یه دونه هم هست حتما دیدین دیگه، مردم بیچارن توی ساختمون پلاسکو هست و میگه آقا بذار یارو بیاد اساسش بره مالش رو بره و اینا اینجوری هست. یا اون دختره که بیچاره گریه میکنه، همسر یکی از همین آتش نشان هاست و میگه آقا منو شوهرم رو شهید افتخاری حساب میکنن، شهید افتخاری هم پول نمیدن. بعد میگه آقا این به بنیاد نمن فلان در اونجا در فلسطین 7000 دلار به حماسی ها میده، به ما که رسید هیچی به ما پول نمیده. ممنون. میگه به ما که رسید هیچی به ما پول نمیده و اونجا 7000 دلار نمیدونم به هر فلسطینی دادن. فیلماشو خوب دیدیم، باغ و ملک و فلان اینا اونجا درست میکنن، اینجا نمیکنن. اونم عزیز من میکنه به خاطر اینکه صورتشو سلا با حساب میکنه، اون کار میکنه نه برای رضای خدا، برای جیب مبارکش این کارو میکنه. بعد نرخ تاثیر ارز رو هم روش قرار میده، میگه اون روز که رفتیم دلار نمیدونم 3200 تومن بود، الان دلار شده مثلا 3900 تومن، من 700 تومنم خدا شاهده از جیبم دادم، خدا شاهده از جیبم دادم 700 تومن. داستان ما ایناست، گرفتاری های ما ایناست. بعد میگی از حالا یا اون مردش که خودش توی آتش نشان بوده، فیلمش هم پخش کردیم، یه گریه میکنه و میگه آقا اینا رفقای من بودن اون تو و شما هیچ. میگه یارو رو فرستادیم آقای فلانی رفته لندن انگلستان دوره دیده، یه ماشین بر خودش آورده. اینا رو همه رو شنیدیم و دیدیم، تکرارش هم فایده نداره. گره جامعه ما، گره هر جامعه‌ای در مدیریت جامعه است. اگر یه جامعه اینی موفقه، بدان که مدیریت جامعه درست عمل کرد. اگر دیدی که در دوران 14 ساله رضا شاه اون همه آبادانی صورت گرفت، بدان که مدیران جامعه درست کار کرد. همین لحظه نگاه به این آمریکا، قدرتمندترین کشور جهان نگاه کنی، بحران مدیریت ببین چه بلایی به سر جامعه آورده. بحران مدیریت
این بلا رو سرش آورده که اون آقای بنت که خودش روزگاری رئیس یه رسانه دست راستی بود و الان جز مشاورین سیاسی آقای ترامپ هست، به رسانه ها میگه ساکت باشید، میخواد لواشونو بدوزه. جامعه به قهقرا خواهد رفت. این لطمه وقتی مدیر جامعه تفکرش اینگونه باشه، جامعه رو به قهقرا خواهد بود. اون که من همیشه فریاد زدم که آقا اخلاق رو در جامعه دولت مدیر جامعه تعیین میکنه و هزار دلیل براش آوردم، امروز هم یه دلیل دیگه برات میارم. باید تحمل کنی، بعدی منتظر باشی تا ببینی که در حقیقت این معنا و مفهومی رو که دارم تعریف میکنم، بحران مدیریت، چه نقشی میتونه در سازندگی یا تخریب هر جامعه‌ای بازی کنه. متاسفم که وقت به پایان رسید و باز هم مطالب رو نتونستم اونجوری که باید و شاید در حقیقت مطابق میل شما رفتار کرده باشم و بیان کرده باشم. همونقدر حرف گفتنی هست، اینقدر مطالب برای گفتن هست که هر بار که اینجا در مقابل دوربین در روز جمعه قرار میگیرم که میخوام با هم میهنم حرف بزنم، به علت حجم مسائل واقعا بعد از 15-16 سال است که دارم این کار رو انجام میدم ولی قاصرم. این نقطه روز جمعه که میرسه قاصرم، نمیتونم حرف بزنم، نمیدونم از کجا باید بگم، از کدام بدبختی باید بگم، از کدام تاریکی باید بگم. امروز این داستان شورای شهر رو فکر کردم بد نیست با هم نگاه بکنیم، مثل بقیه کاراش، مثل اونه که میاد با هم میگه که نه شما که نمیدونی، که شما که نرفتی، که اینقدر جاده ساختن. میدونم مثل همین وبسایت شورای شهرش پیداست، جادهش هم مثل وبسایت شورای شهر، توش بگردی هیچی نیست. باز هم سپاسگزارم از همه شما خوبان و نازنینان، از عزیزان در اتاق فرمان، از شما آقای همایون که مهر کردی و این فرجه رو در اختیار ما قرار دادی، از همراهان و میهنیاران عزیزم نهایت سپاس رو دارم که مهر میکنن و این برنامه ها رو بازنشر میدن. من تنها یه استدعا دارم و اون اینه که در معرفی میهن تیوی کوشا باشید، لینک های برنامه در شبکه هایی چون نمیدونم کانال تلگرام و الان هم میگذاشتیم رو صفحه دیگه ببینید، همه این آدرس ما تو تمام این شبکه های اجتماعی میهن تیوی عدد یک است، یعنی کانال تلگرام هست telegram.me/میهن تیوی عدد یک، youtube.com/میانتیوی عدد یک، facebook نمیدونم .com/میانتیوی عدد یک و تویتر هم همون تویتر @میانتیوی عدد یک. خواهش میکنم لینک هایی که ما در فیسبوک قرار میدیم، تویتر نمیدونم، تلگرام، یوتیوب، شادکست، هر جا که دستمون برسه. اخیراً هم یه کانالی باز کردیم در چیرو یک کانالیست در خود شبکه روکو که میتونی مجانی اونجا اونو دانلود کنی، تلویزیون های زیادی هم هستن، ما هم در اونجا به همت آقای پیران اونجا قرار گرفتیم. از اون نازنین هم تشکر میکنیم که در طی این سالها مهر کرده و همواره یاری رسان ما بوده. و به هر حال نکته آخرم اینه که این لینک ها
که در فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس اینجا قرار گرفته می شود. شما اگر به فیسبوک ما بیایید یه لایکی بزنید برای شما ارسال میشه، شما هم تو صفحه خودتون شیر کنید. ضمناً کاوه نازنین در سایت خوب و پرمخاطب مردم ریپورت دات نت که آخرین خبرها، ویدیوها، لینک‌های مرتبط رو توی یه صفحه تحت عنوان مردم ریپورت دات نت جمع کرده، بعضن مهر میکنه و لینک‌های برنامه ما رو هم تو سایت پرمخاطب خودش قرار میده. برای رسیدن به مردم ریپورت دات نت میتونی رو آخرین اخبار رو وبسایت میان تیوی کلیک کنی یا اون بالا بغل علامت فیسبوک و یوتیوب رو خود لوگوی مردم ریپورت اونجا میتونی کلیک کنی به مردم ریپورت میرسی. این هم از این داستان. از شما ممنونم، از آقای همایون و از بچه ها در اتاق فرمان هم نهایت سپاس دارم، سپاسگزارم، ممنونم از شما.